دروز فراوان به همه همراهان رودست. من آناشید با اخبار رودست در خدمت شما هستم. ولیعهد سعودی: آمادم که اسرائیل را به رسمیت بشناسم. محمد ابن سلمان در جریان سفر رئیس جمهور آمریکا به ریاض در می 2017 گفته چنانچه واشنگتن به او کمک کند که ایران را شکست دهد و کنترل خاورمیانه را به دست بگیرد، حاضر است اسرائیل را به رسمیت بشناسد. در حال طراحی سامانه راداری متحرک هستیم. سردار حاجی‌زاده میگوید حفر تونل برای شهرهای موشکی از سال 1363 شروع شده و تا به امروز شبانه روزی ادامه دارد. در حال طراحی سامانه راداری هستیم که در حین حرکت با هدف درگیر می شود و آن را منهدم می کند. امروز در کشور مشکل گیربکس اتوماتیک داریم، در حالی که ما سالهاست برای بالگرد گیربکس تولید می کنیم که به مراتب پیچیده تر است. از آمریکا و رژیم صهیونیستی و دشمن بیرونی نمی ترسیم، اما از کسی که نقش ستون پنجم را دارد باید ترسید. سردار شریف میگوید ملت ایران الهام بخش سایر ملت‌های جهان هستند. به گزارش خبرنگاران گروه سیاسی خبرگزاری میزان، سردار شریف دیشب دوشنبه 8 مهر در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا اظهار کرد که هیچ کار فرهنگی و مناسب‌تر از ذکر خیر شهدا و تجلیل از خانواده‌های آنان نیست. وی با بیان اینکه الگوسازی از شهدا برای جامعه امروز ما امری ضروری است عنوان کرد: برخی از ملت‌ها در هنگام شکست در جنگ برای سال‌ها احساس حقارت می‌کنند، اما ملت ایران به عنوان ملتی الهام بخش و روسفید بلندگوی آزادی و شهامت هستند. تقدیر نماینده سازمان ملل از روسیه، ایران و ترکیه. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در نشست شورای امنیت از تلاش‌های روسیه، ایران و ترکیه در نشست‌های آستانه تقدیر و تشکر کرد. وی گفت قانون اساسی سوریه فقط متعلق به ملت این کشور است و سوریه‌ها خودشان قانون اساسی را تدوین می‌کنند و ما فقط نقش تسهیل کننده و هماهنگ کننده را ایفا خواهیم کرد. عربستان خواستار توقف پخش تصاویر عملیات یمن شد. یکی از مدیران رسانه‌ای یمن فاش کرد که پس از انتشار تصاویر شکست سنگین نیروهای ائتلاف سعودی در جنوب عربستان و اسارت صدها شبه نظامی، ریاض از طریق متحدان غربی خود خواستار توقف پخش این تصاویر شده است. به گفته وی عربستان از طریق واسطه‌های غربی پیام داده است که حاضر است در مقابل توقف پخش تصاویر عملیات نصرالملله عملیات تبادر اسرای سعودی را آغاز کند. متحد سرسخت ترامپ مجبور به کنارگیری شد. به گزارش اقتصاد نیوز، به نقل از باشگاه خبرگزاران جوان، کریس کالینز نماینده جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا و از متحدان سرسخت ترامپ که به علت فساد مالی محاکمه شده بود از سمت نمایندگی استعفای خود را اعلام کرد. ایران نسبت به عواقب رفتارهای تحریک کننده سعودی‌ها هشدار داد. نماینده ایران در سازمان ملل نسبت به عواقب اقدامات و رفتارهای تحریک‌آمیز و خطرناک سعودی‌ها در منطقه هشدار داد و گفت زمان آن فرا رسیده است که سعودی‌ها امضای چک‌های سفید را متوقف کنند و تبعات انتخاب‌های اشتباه خود طی سال‌های گذشته را بپذیرند. ممنونم که با ما همراه بودیم. اگه به بخش خبری ما علاقه‌مند هستین، کانال دوم رودست را سابسکرایب کنید. پاینده باشید.